سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرزادم امروز با ماست دیگه هنوز نشسته اینجا سلام راضی از اینکه میای بیشتر پیش آره ما آره بد نیست صداش خوبه آره اه. آره ما خش داره محسن چاوشی طوری داره یه ناراحتی عجیبی دو صداش هست صبحم هم همینطوری اومدم <laughs> یعنی بیدار شدم با صبونه صبونه رو خوردم نه دیگه ها. از وقتی که بیدار دو... شدم تا وقتی تو ماشین بودم سه دقیقه طول کشید خب تبریک میگم آخه امروز ساعت ها رو جابجا کردم ما رکب همی... خوردیم کم خوابیدیم بچه‌ها رکب خوردن آره اینطور بگم براتون که بریم یه سری از پیام صوتی ها رو بشنویم بفرمایید بریم 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 مرسی از همه دوستایی که برای ما پیام های صوتیشون رو فرستاده بودن اگرم که شما میخواییم بر ما پیام های صوتیتون رو بفرستید ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید بریم سراغ اصل مطلب اصل امیدوارم شما... که از ه... از سه شنبه بچا ریکاور کرده باشن از صحبت هایی که شد خیلی زیبا و اگر, بود. اگر این بود آره اگه این پخش نمیشه احتمالا رادیو جوان و تمام سرویس های پادکستی دنیا ما رو از روی رادیو جوان انگای فشیلی هم پخش <coughs> میکنه دیگه از اون بدتر که نداریم. فشیلی ها خیر خب آقا جونم براتون بگه که این هفته میخوام در مورد یه, یه چیزی میخواست بگه کلامو نه بگو چی آوردن خودشون من چی آوردم میگم الان دیگه میخوام در مورد در واقع که حالا به نظر خودم جالب و صحبت کنم شاید هر وقت این دانشگاه های خارج از کشور میاد مخصوصا دانشگاه های ب... حالا مثل هاروارد و مثلا شاید تو ونکوور مثل اس اف یو و اینا اسمشون میاد آدم فکر میکنن که دیگه این دیگه تهشه دیگه اینا نمیتونن حالا کارهای غیرقانونی انجام بدن کار غیر اخلاقی انجام بدن اون پشتم هم همه دارن میخندن بچا اصلا نمیدونم برای چی چرا میخندین دیگه سکوت کردم خیلی خوب ها گردن چی شده مالشو گردن میشکوندم خیلی خوب آدم فکر میکنن که این دانشگاه ها نمیتونن در کار غیر اخلاقی انجام بدن حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر حالا کار رو انجام میدن همش تا تهش رفته مثلا استودی شده همه اینا رو مثلا فهمیدن که باید چیکار بکنن از لحاظ منطق نه. و علم و همه اینا روش رفتن تحقیقاتشون رو انجام دادن حالا رسیدن به اینجا شدن دانشگاه مثلا حالا ایمان میخواد بگه همش دروغه همش دروغه یعنی حالا قبل از اینکه شروع بکنیم هفته هفته پیش بود دیگه گفتیم که اکثر این سازمان های بزرگی که وجود دارن آخر و آخر, آخر آخرش همشون یه بیزینس یعنی همشون اومدن پول در بیارن مخصوصا توی آمریکا شمالی حالا آمریکا آمد. همه جای دنیا دیگه یعنی حالا اروپا کمتر میدونی اینو اسکاندیناوی کمتر ولی اسکاندیناوی بلی حالا دیگه آلمان چی؟ آلمان که اصلا مدینه فاضله است این هفته میخوام در مورد دانشگاه هاروارد صحبت کنم و مشکلاتی که از قرن پیش تا الان داشتن همینطوری هی رو نه نه همونطوری داره مثلا یه مشکل به وجود میاد مثلا ماسماریش میکنن مثل فیسبوک یه جورایی نرم یه جورایی تو این داره تو این مایه ها این مشکلات هم مشکلات نجات است و خیلی جدی بودن کلا در طول تاریخ و همینطوری هم هی دارن تکرار میشن حتی در این حد که الان هاروارد یه چند تا پرونده توی دادگاه داره و همینطوری دارن حالا اینا رو بررسی میکنن از دواز آماری و ارقامی و, و تاریخچه این موضوع برمیگرده به سال 1909 یعنی تقریبا 110 سال پیش که مدیر دانشگاهشون به نام آقای ابوت لورنس ابوت لورنس لوول فکر میکرد که تعداد یهودی های این دانشگاه خیلی بالاست و حالا این هم در قبل از جنگ جهانی اول و دوم دیگه یعنی هنوز اون اتفاقهای خیلی عجیب نیفتاده بود و فکر میکردن که تعداد یهودیاشون خیلی بالاست که ده درصد کل دانشگاه رو تشکیل میدادن یهودی توی اون زمان توی هاروارد اخراج کرد؟ نه که تا سال 1922 این عدد هم دوبرابر شد یعنی اصلا... درصد دوبرابر شد یا تعداد تعداد دوبرابر شد درصد شما دوباره برابر میشه دیگه نه خب اگه شاید ظرفیت هم بیشتر بشه نه نه حالا نسبت به کل جمعیتی که اونجا بودن و حالا اتفاقی که افتاد یعنی اومد براشون یه اصلا جمله براش درست کردن که بهش میگفتن مشکل یهودی میگفتن ما باید این مشکل یهودی رو حل بکنیم که اینا خیلی دارن زیاد میشن و آقای لوئل اومد گفتش که بیاین حد اکثر 15 درصد بذاریم برای یهودی‌ها یعنی بیشتر از 15 درصد ما یهودی توی دانشگاه خودمون راه ندیم که خب دیگه نمونه بارز نجات پرستی دیگه اصلا دیگه نگم براتون دیگه شما یعنی سن... رسمی بوده آره اومد 15 درصد. آره گفتش که یه دونه کوتا میگفتن بذارین یا یه لیمیت بذارین روی یهودی ها صحبیه. آره سهمیه 15 درصدی بهشون بدن و دیدن که خب این خیلی است دیگه اصلا کار شدنی نیست و مثلا اگه بخوان کارو بکنن از جاهای مختلف بهشون فشار میاد اومدن یه راحل خیلی شفاف غیر شفاف درست کردن که همون توی ادمیشن پراسسشونه که اتف... تو مرحله پذیرشی که دارن تعدادی که در کسایی که فکر میکردن این خیلی مهمه که فکر میکردن طرف یهودیه قبولش نمیکردن از روی اسم از روی اسم <تصفح> از روی فز از... که اپلای میکنه از روی چیزای فیچرهای روی صورتشون عکس آپلود میکردن و فکر... نه نه توی بود تو اینترویو یعنی موقعی که طرف میرفت برای مصاحبه آه. کسایی که فکر میکردن طرف یهودیه رو آره یه آره. زیرو رو میکشیدن و می فهمید. آره اه... که خب این پرسه غیر شفافه یه جورایی به کارشون اومد و شروع کردن یهودی رو از حالا تعدادشون رو کم کردن و اتفاقی که افتاد این بود که اونا فهمیدن یعنی یه سرسداش در اومد که اتفاق داره میفته چون که به اون کسایی که مصاحبه میکردن نگفته بودن که این کار رو دارن انجام میدن و کسایی که مصاحبه میکردن مثلا اگر که طرف واقعا خوب بود میگفتن خب این خوبه به در دانشگاه میخوره و قبولش بکنید و اونا میدن که کسایی که دارن مثلا بهشون نمره مثبت میدن هیچ کدومشون ادمی در میشه نمیگیرن و نمیان تو این دانشگاه و یه اولین لاسوتی که به وجود اومد توی همون سالهای 1936 فکر میکنم اولیش به وجود اومد که بعدش دیگه رفتن توی جنگ‌های جهانی و چیزهای مختلف دیگه اومد در واقع خوابید اون مشکلی که بود دیگه زیاد در مورد صحبت نکردن حالا الان هم دوباره همین شده دیگه سال 2014 دوباره این مشکل براشون به وجود اومد نه در مورد یهودی ها در مورد آسیایی ها آسیایی منظور چین و ژاپن و کسایی که آره، یه لغت خیلی نجات پرستانه اینجا از وقتی میگن ایژن منظورشون چین و کره حالا ژاپن کسایی که چشم تنگ هستن آره. رو بهشون میگن آسیایی ما آسیایی آسیای. ولی به ما نمیگن آسیا. به ما میگن خاورمیانه دیگه ما میگن میدلیستن آره. خیلی نمیدلیست کجاست همون حالا الان دارن روی این آسیایی های بند خداها دارن کار آره چون کارن. خیلی هم زیاده تعدادشون ببین هم تعدادشون زیاده و همین که سطح سوادی که دارن شاید به خاطر اینکه حالا دانشگاه هایی که توی در مدارسی که از خیلی سختتر داره اونجا برگزار میشه و درس هایی که میخونن خیلی سنگینتره حالا ما یه جورایی تا یه درسری شد توی ایران همین بود دیگه یعنی ریاضی که اونا میخونن خیلی متفاوته با ریاضی که اینجا داره به این بچه ها حالا آموزش داده میشه و کاری که کردن افایل اومدن امتحانی که از آسیایی ها میگرفتن خیلی سختتر بود یعنی امتحان های ریاضی <تصفح> که میگرفتن مثلا اونا یه لیمیت دیگه ای داشتن که با پاس میکردن که خب این بازم کار واقعا غیر منطقی و نجات پرستانی ای بوده مثلا آره نه نجات پرستانه, پرستانه. ای. یه ای بوده پرستانه. پرستانه بوده و دیدن که خب واقعا نمیشه این کاری کرد و اینا دوباره برگشتن سر همون کار اولشون که شروع امتحانه یکسان شد امتحانه اکسان شد ولی توی مرحله اینترویو کسایی که می اومدن و پاس میشدن کمتر واسه آسای. آسایی ها قبول نمی کردن حالا یه سری آمار این... ارقام می میدم本科 یا یا لیسانس یا چیزی نگفته بود م. ولی حالا به اونم میرسیم میخوای اول جالب هفته تو بگی بعد من رسیدیم جالب یه جالب, جالب بگو. جالب آره تو اینجا جالب این این بود که من یه جای خوندم که گفته بود شما روزانه 15 دقیقه به خودتون وقت بدید و هیچ کاری نکنید خب یعنی یه جا بشینید نه گوشی دستتون باشه که خیلی کار سختیه تلویزیون نباشه هیچ با هیچ کس هم صحبت نکنید 15 دقیقه فقط یه جا بشینید و بذارید مغزتون آزاد باشه و فکر کنه این کار من رفتم تست کردم خیلی کار باحالیه گفته او روزانه حداقل این 15 دقیقه رو به خودتون وقت برید حالا دلایل زیادی داره و حالا تو حوصله‌تون آره هم سر بره آره همون چیزی که ایمانم قبلا گفته بود حوصله‌تون هم سر بره ولی مغز خلاق میشه تو اون مواقع اصلا دلیل اینکه دیدی آدم میره زیر دوش مثلا کلی فکر جدید میاد تو ذهنش بخاطر اینکه اونجا کار دیگه نداری گوشی دستت نیست بگو آخه دوش یا به چه فکر جدیدی میتونه برسه دستت نیست حوصله حسلات... من خیلی فکر میکنم دقیقا همینه زمین. چون چون کار دیگه ای نداری انجام بدی ذهنت آزاد میشه و آه. فکرت میره جاهای مختلف رو بررسی میکنه حالا شما روزی 15 دقیقه اگه این کار رو بکنید گوشتون زمین به اه... خودتون وقت بدید نتایج خوبی میگیرید و خب حالا همیشه تو طول تاریخ آدم دوست داشتن که انسان در واقع که این خلوته رو با خودش بکنه حالا یه جایی به اسم دین و نیایش و راز و نیازه یه جایی مدیتیشن یوگا هر چیزی که هست این کارو انجام بدید پس تو کردی این کارو خوب بود بله بله گرفتی 15 دقیقه حداقل به خودتون وقت بدید مغزتون تصفیه کنه افکار کثیفتون برگردیم سر هاروارد خیلی جالب بود ببین هاروارد هم مثل دانشگاهی دیگه مثل دانشگاه خیلی بزرگ دیگه یه پرسه پذیرش خیلی سخت داره خب سه تا امتحان باید بدی سه تا انشا باید بنویسی دو تا مصاحبه باید بری در کمتری حالتش این برای بیزینس شما نگاه کردم بزنس بیزینس. و یکی از اون مصاحبه هم ویدیویه خب که به صورت که حالا اتفاقی که افتاد شروع کردن تو به صورت غیر, شفاف مثل همون یهودی های بند خدا شروع کردن اینا رو از رده خارج کردن سال 2014 گفتم که یه شکایت نامه برای هاروارد تنظیم شد و اینا اومدن یه دونه چیز یه دونه آمار استستشن به فارسی اگه گفتی چی آمار میشه شناس. آمار شناس آمار. آمار. آمار 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 آره ایسه اومدن <applause> یه کسی که آمار بلده یه کسی رو استخدام کردن از خود هاروارد آمارگیر آره نه یورو کارش آمار ارقام خب اونم آمار آره. گیر <applause> آمار گیر نیست یه سر شمار بازاریه آقا <applause> تو پوله یه نفر اومد از خود هاروارد استخدام کردن کسایی که اون لاسوتو گذاشتن و گفتن که آقا شما این پروسه ای ادمیشن رو نگاه کن و ببین که چی دستگیرت میشه اون پروسه ادمیشنی که هاروارد داره 90 هزار صفحه است چرا باورت نشه 90 هزار صفحه اینا یه بوکلت دادن پالیسیشون نو... پالیسی 90 هزار صفحه است که کیا رو کسی را بدن کیا رانش و بعد به این نتیجه رسیدن که یه آسیایی خب که سطح مالی خوبی داره و تمام صلاحیت های لازم رو داره 25 درصد شانس داره که وارد بشه و بعض مالیش خوبه صلاحیت ها رو هم, هم رو داره 25 درصده اگر سفی پوست باشه 35 درصد شانس داره خب. خب اگر هیسپانیک باشه هیسپانیک کسایی که اسپانیایی هستن و حالا لاتین هستن و اینا آمید. 77 درصد شانس داره بید. چرا و اگر سیاه پوست باشه 95 درصد که پذیرفته بشه آره، این پذیرفته. شانسش بیشتره تعداد دانشجوهایی که توی هاروارد هستن و سیاه پوست هستن به مراتب خیلی بالاتره تعداد نه آها، این شانسش ممکنه شانسش. اون... ممکنه مثلا اون جامعه حالا آسیایی ها یعنی اون شینایی هایی که اصلا با. خیلی زیادن و زیاد باشه خب احتمال موفقیتشون بیشتر یعنی تعداد بیشتری هستن که وضعیت مالی خوبی دارن و شرایط تحصیلی مناسب دارن آره. ولی از اون تعداد 25 درصد یعنی یک چهارمشو آره. میگه ولی مثلا سیاپوستا ممکن تعدادش کمتر باشه که وضع مالی خوب باشه شرایط درسی خوب باشه اسپانیا یعنی آمریکا لاتینی ممکن کمتر باشه ولی شانس موفقیت ولی جمعیت کسایی هم که توی الان هاروارد دارن درس می جمعیت سیاپوستا به مراتب بیشتر الان اسفیدپوستاشون واقعا آره. آه. آره. و حالا یه چیز دیگه هم که از گفته که برای آسیایی ها در آسیایی آمریکایی ها که تمام در اون صلاحیت های لازم رو دارن و کارهای غیر درسیشون هم حالا مثل والنتیر ورکی که انجام میدن و اینا همشون هم خیلی خوبه معمولا 13.4 دمو درصدشون میرن توی دانشگاه و برای سفید پوستا 18.5 18.5 آره هیجدونی... 18.5 5, آره. 5 درصده و حالا این براشون خیلی دست و پاگیر شده و 2014 خب این لاسوته شروع کرد این نامه تنظیم شده و در واقع بردنش, دا بردنش دادگاه الان حالا به ایز دیگه رسیدن کسایی که پدر مادرشون توی هاروارد بودن شانسشون, خیلی بیشتره و خود جن خوب چی و حالا با چیزشون صحبت کرده بودن با اون دینی که دارن دین با اون مدیر آره رئیس دانشگاهشون صحبت کرده بودن و این مدیره برگشته و گفته بودش که ببین فقط چقدر یورو میتونه وقیق باشه خودش چیزه خودش طرف هندیه برگشت و گفته بودش که کسایی که پدر مادرشون توی هاروارد هستن بودن قبلا هاروارد رو بهتر میفهمن و ما ترجیم میدیم کسایی رو بیاریم که هاروارد رو بهتر بفهمن ببین این اتفاق تو ایران هم میفتد بچه هایی که بابا یا مامانشون استاد دانشگاه بود سهمیه میگرفتن در 15 درصد یهو میتونست جابجا بکنه چیزی که قبول میشد اما اینا به نظر خیلی بیخود بود حالا چیزه بود گیریم پدرت تو, تو فازل, فازل. از فضل پدر این واقعا فازل. بی خود بود دیگه ربطی نداشت داره. و خب یه جالب دیگه که میگفت میگفتش که اگر که پدر مادرتون توی اونجا باشن ورزشکار کار باشید باز دوباره چانستون بیشتر یعنی <applause> <applause> یه چ... رفته و طرف کلش رو در آورده بودی یعنی اینو استخدام کرده بودن طرف رفته بود از اول تا آخر این قضیه رو در آورده بود و حالا به این نتیجه رسیده بودن که واقعا یه ام... یه <applause> رئیسی زمینی <applause> یا آره نجات پرستانه حالا دورده. من بگم چقدر بازار این سو کردن در واقع شکایت کردن اینا تو آمریکا چقدر داغه اه... چند وقت پیش نه نه حالا چند سال پیش بود یه خانومی یک چند از سال این... گفتم به شما دو سه سال یه خانومی رفت شکایت کرد از این جایی که قهوه میدن این قهوه رو خریده بود بعد رفته نشسته بود تو ماشین مثلا گذاشته بود بعد این قهوه ریخته و رو پاش پاش سوخته بود فکر یه خیلی بود. آره بعد رفته بود شکایت کرده بود که شما قهوه‌ای که میدید خیلی داغه حالا عقل سلیم میگه قهوه داغ خریدی حالا باش نریزه رو پا. ولی بعد مثلا یه فکر نکنم مثلا خانم خیلی باهوش بود یا مثلا وکیل خیلی خفن بود که این کارو کرده بود وکیل مثلا میره نگاه میکنه شانسی میفهمه که خیلی این اتفاق سوختگی زیاد بوده تو گذشته بعد و این خانم اون شکایتی که میکنه برنده میشه و چندین میلیون دلار هم پول میگیره صرفا به خاطر اینکه اینا قهوهشون داغ بوده و روی لیوانه ننوشته بودن از اون به بعد اینا مجبور میشن دمای قهوه رو یه مقدار در بیارم پایین. آره بیارم پایین که اونقدر داغ نباشه و الان نگاه کنی روی دیوانا هم نوشتن خلاص اینجا خیلی داغ هر کی منتظره که مثلا یه اتفاقی بیفته بره اونا سو کنه یه چند میلیون پول بگیر و حال کنه ولی این قضیه من شنیدم آمریکا خیلی بیشتر میتونه پول در بیاری آره آره آره, برای همه اگه میخواین بسوزین بسوزین بسوزی آمریکا مثلا مثلا شما برید سر کار رو صندلی اینا بشینید یا خودتون بزنید زمین دست پاتون بشکنه سو کنید چکتا رو دیگه یه دونه پادکست نشاست شیتو که تو گوش میدی فایر انکیت برگشته بودن یکی رفته بود مثلا چیزشو سو کرده بود اینا مثلا رفته بودن با شعر و نگفته که اونجا ویدیو داریم <laughs> و یارو مثلا هم توی داره رامی رو یه خوش مثلا اینوری میندازه زمین خوش میپره مثلا با دست میزنه زمین بعد دیگه شرفش رفته بود دار دیگه اون چیزا رو اکثر دیده بودی فکر کنم الان مکدونالد بود نوشتاش چی میگن حروفش رو دیوار چسبونده بودن بعد یکی شل شده بود داش میافتاد یه آقایی رفت چند روز اون زیر وایساد که این بیفته رو کنه <تص> <بلنززوم تص> <مغی> آره عکسش مجازی ببین از اینجور اتفاقا میفته دیگه حالا دیگه من راحت میشه آخر عمرت لازم نیست کار کنی نه بس, بس پول اگه ببری آره. سورو آره اگر نبری شرفت میره اتفاق دیگه میافته بعد دیگه جونم براتون بگه که چی داشتم دیگه بگم چه یادم رفت من سوال در مورد این خواهد. ایجن که میگی دلیلشون چی بوده کلا ببین... دلیل هاروارد چون زیادن یا چون باهوشن یا ببین حالا توی دانشگاه همین یو بی هم الان میگن که تعداد آسیایی که هست خیلی زیادتر از حالا بقیه بقیه نژاداست یه اتفاقی که میفته مخصوصا توی حالا در واقع اون فکلتی بیزینسی که وجود داره تو نیاز داری که از نژادهای های مختلف توی اون در واقع از بکراند های مختلف امه. توی اون کلاس های مختلف آدما ها باشن به خاطری که خب میگن که اگر که از نژادهای مختلف آدم ها باشن مثلا پروداکتیویتی که دارید مثلا خیلی بالاتر بازدهی دایورسی. که داره آره میگن که باید دایورسیتی ایجاد بشه ولی خب ببین تو اگه بخوای از لحاظ اخلاقی به نگاه بکنی یا باید بگی که ما مثلا مثل همون موقع مثلا ما 15 درصد بیشتر مثلا آسیایی نمیگیریم به خاطری که هر نژاد مثلا اینطوری یا از هر کشور مثلا انقدر میگیریم حالا نسبت به جمعیتشون یا هر چیز دیگه من به ریاضیش کاری ندارم ولی نمیتونی بیای به صورت خیلی غیر منطقی و مثلا بدون که طرف بدونه تو بیای اونا رو از اون حالا اون پرسه ادمیشنی که هست همه رو هی بیای خارج بکنی بدون که واقعا ندونن چرا دارن خارج میشن بگم بگو الان ولی توی رشته مهندسی که نگاه کنی توی حالا مقطع فوق لیسانس بالا ریسیزم از اونوری وجود داره اصلا مثلا حالا سفید پوست و اینا توی رشته ها نیست اکثرا یا حالا چینیان یا هندیان یا ایرانی اکثر رشته های مهندسی تو دانشگاه اینجوریه حالا همینم هم میگن که نباید باشه دیگه یعنی آخه کسی نمیره اصلا سفید دوستا خودشون مثلا طرف نمیره دکترای مثلا مکانیک بگیره هیچوقت هیچ وقت این کارو نمیکنن چون طرف میگه که من اون 5 6 سال عمرمو که میذارم تو اون کار مثلا با مستر یا حالا دیسانس هم برم شروع کنم کار کردم تو اون 5 6 سال هم تجربه خیلی بیشتری دارم هم درآمد بیشتری کسب کردم ولی حالا ماها حالا ایرانی هندی چینی واسه اینکه اصلا از کشور خارجشن تنها راه مثلا اینه که طرف بیاد یه دکترا چیزی هم بگیره نه اینکه هر کسی که این کارو بکنه فقط به این دلیل بوده باشه ولی خب بالاخره شرایط طوریه که بچه های این وره دنیا بیشتر ترغیب میشن این کارو بکنن بعد حالا چیز دیگه هم که میگفت میگفتش که مثلا این طرف که اومده مدیرشون که اومده گفته که ما ترجیح میدیم کسایی رو بیاریم که با هاروارد حالا خیلی آشنا هستن رفت و مثلا میگفتن که اینا بازدهی خیلی بهتری دارن به خاطر که میدونن که هاروارد چجوری مثلا کار انجام میده و مثلا امتحاناش چجوری اینا میشناسن خیلی راحتتر میتونن خودشون تطبیق بدن با این قضیه رفته بودن از چند تا دانشگاه دیگه مثل MIT که خیلی نزدیکه حالا پرسیده بودن و اونا گفته بودن ما هیچ کورلیشنی نتونستیم پیدا بکنیم بین کسایی که حالا پدر بودن و اینکه حالا خودشون دارن خیلی در واقع بازدهی خیلی بهتری دارن تو این دانشگاه زیباس. ولی مشکلش فقط چیز دیگه مشکلش به نظر من اخلاقی است که مثلا یه نفر مثل مثلا دانشجویی که دانشجویی که خیلی مثلا باهوش باشه مثلا مثل کارون تمام مثلا تمام مثلا چیزش رو بذاره تمام مثلا تعمه توانش رو بذاره که بره مثلا تو این دانشگاه تمام امیدش و اینا و تمام صلاحیتش هم داشته باشه ولی فقط به خاطر اینکه حالا نژادش یه چیز دیگه است نتونه وارد اون دانشگاه بشه آره مثل هر تبعیض دیگه نمیفهمه از کجا خورده <تصفح> <تصفح> اونو بری اپیزود قبلی و گوش کنی اپیزود کنی میفهمی که از کجا خورده خیلی خوب این بود قسمت 144 در مورد هاروارد صحبت کردیم اگر که شما نظری دارید در مورد دانشگاه ها و ادمیشن پروسسشون کلا به ما بگید من در مورد ایران اصلا نمیدونم چه جوریه اصلا نمیدونم هم چیزی وجود داره یا نه که ایران ادمیشن ایران برای لیسانس که خب همه میدونن دیگه یه کنکور وحشتناکی باید بدی و غربال میکنن میری تو دانشگاه دست خودت نیست کجا و چه ای بری خیلی ولی برای مقاطع بالاتر مثلا دکترا مصاحبه وجود داره ولی اصلا چون داده هاش بیرون نمیاد اصلا شفاف نیست که حالا اونجا اصلا تبعیض هست نیست که قطعا هست ولی شفاف نیست همه ایرانی که تو ایران هستن مدل های دیگه دیگه, دیگه <تصحق> <تصحق> خیلی خوب بود <تصحق> <اجمعت> قسمت 144 خودکست ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام توی تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواید میدی شبا میشه تو با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید آقا نمیگم دیگه خدافر آقا خدافر